برای افتتاح جلسه و تبریک به عروس و دامادمون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم مصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين هداة المهديين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأس ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قضاء السوء ومن شر جن والإنس ومن شر كل دابة، أنت آخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صلوات. السلام عليكم ورحمة الله. بسیار بسیار خوشحال هستم و خدا را شاکر که نوبتی دیگر مأذون شدیم که در کنار یکدیگر بنشینیم و در مسجد متبرک حول سفره متبرک برای عملی مبارک که آن عبارت است از نکاح و ازدواج دو عزیز دو جوان، خداوند را شاکر هستیم که همه شادی ها را با هم قرین فرمود. و مطمئن باشید که وقتی که ما در یک جلسه نکاح و زواج شرکت می کنیم، چون خداوند قول داده است که هنگامی که دو نفر با هم ازدواج می کنند، ای کاش جوان های بیشتری در جلسه بودند. و نسبت به این عرایض بنده توجه بیشتری می کردند که وقتی که نکاح و زواج صورت می گیرد، خداوند یغنی هم الله، خداوند آنها را غنی و بی نیاز می نماید. کسانی هم که به عنوان شهود و به عنوان حضور در مجلس نکاح شرکت می کنند، از این برکت بهره ای رو به خانه هاشون می برند. و به همین دلیل شرکت در مراسم زواج غیر از این که همراهی هست با دو کبوتر تازه آماده پرواز و دو خانواده ای که به امید دست این دو عزیز رو به هم داده اند، برای اون مدعوین هم یک برکت و نعمت است. انشاءالله خواهید دید. اما نکته ای که در این مراسم بسیار زیبا و ساده من رو
مجذوب کرد این بود که به من فرمودند که ما می‌خواهیم از وقت سخنرانی شما بگیریم و مراسم رو انجام بدیم. من تصحیح می‌کنم این جمله رو، من می‌خواهم بگویم که از مراسم نکاح و زواج و الهی شما بخشی را ما می‌گیریم که حرف بزنیم. و باور بفرمایید که آنچنان این مراسم پر اهمیت هست و بسیار من بهش احترام می‌گذارم که شادیم رو سعی می‌کنم با کلمات با شما همراه بشم، اما من رو به یاد میاره دو سه مورد رو. یک، شاید این اولین بار بود برای شما عزیزان و یا اغلب شما عزیزان که شاهد بودید هنگامی که عاقد محترم از عزیزان لفظ وکالت را گرفتند، تازه بعد از اون ماجرا آغاز می شود، در حالی که ما متاسفانه در مراسم ازدواجمون که در خانه ها انجام می شود، موقعی که عروس عزیز می رود گل و گلاب بیاورد و بالاخره دنبال کارهایی هست و باز می گردد و لفظ را می دهد، همه می گن مبارک هست و همه همدیگر را می بوسند و تون تون خانواده داماد عروس را می بوسند و از اون طرف هم بالعکس خانواده عروس داماد رو میبوسن. هنوز زواجی صورت نگرفته، فقط وکالت رو داده است عروس. یک وکالت است، یک لفظ وکالت است، یعنی که شما وکیل هستید که برای من. اگه دقت کنید عاقد میگوید وکیلم بنده، این یک نکته. نکته دوم، در هنگامی که عاقد عقد میکرد، باز هم این یک غلط مصطلحی است بین ما ایرانی ها به دلیل ندانستن زبان عربی، که تصور میکنیم چون آقا میرود به خواستگاری خانم، خانواده داماد میروند به خواستگاری عروس، این آقا هست که وکالت عقد را میدهد و خانم را عقد میکند. خیر، این خانم هست که اون آقا را عقد میکند. این رو خواهش میکنم حواستون رو جمع بفرمایید. زوجتک و متعتکه، که داره به اون شخص میگوید، به مرد دارد میگوید، یا موکل میگوید موکلتی، یعنی آن خانم که موکل من است، لموکلی، یعنی اون آقایی که توکیل داده است. خانم هست که صیغه عقد را میخواند، نه آقا. این نکته رو خواهش میکنم دقت بفرمایید. و این درست برخلاف نظریاتی است که ما در ایران داریم و فکر میکنیم که این آقا هستش که خانمی را برای خودش عقد میکند. خیر، این خانم هست که آقایی را برای خودش عقد میکند. در خواستگاری مراسم ما ایرانی ها آقا هستش که به خواستگاری خانم میرود، و بعضی وقت دخترهایی بسیار بسیار خوب و نجیب و وجیه و بالا مقام در انتظار این هستند که جوانی به خواستگاری بیاید، در حالی که در قانون اسلام همون گونه که زنهای اول صدر اسلام به پیغمبر ما پیشنهاد می‌کردند که ما را ازدواج کن، اونها از پیغمبر خواستگاری می‌کردند. و جالب است که اگر این رسم رو از حالت قبحی که دارد، یک قبحی دارد دیگه، میگویند اگر یک دختری مثلا خانواده عروسی از یک مثلا پسری خواستگاری کند، این دیگه ارزشش کم می‌شود. اصلا اینطور نیست. ولی خب چه کنیم که ما از مردم تبعیت میکنیم نه از سنت. ما از قوانین معروف خانوادگیمون تبعیت میکنیم نه از حقایق تاریخی. به همین دلیل هست که ارزش خانوم ها، نکته جالبی است، ارزش خانوم ها در اسلام آنچنان است که ازدواج یعنی مهمترین و مقدسترین عقدی که خداوند به عنوان سنت پیغمبرش بر ما وارد کرده است، توسط زن انجام میگیرد نه مرد. این نکته رو داشته باشید، نکته جالبی است. و اما نکته از این جالبتر این که برای اینکه یه خوردم مجلسمون مجلس شادی هستش و مجلس زواج و نکاح هست، یک چند جمله‌ای رو از یک خاطره تعریف بکنم و بعد وارد قرآن بشم. در یک جلسه‌ای در یک مکانی یکی از عزیزان به من گفتش که ما میخواهیم که
این ازدواجی را که بین دختر من و کسی صورت میگیرد را شما اجرا کنید، من اجرا کنم. بعد من گفتم که به چه دلیل من رو انتخاب کردین؟ گفت والا دلم می‌خواست شما این کار رو انجام بدید. گفتم باشه. خب مراسم بسیار پر زرق و برقی بود، برخلاف این مراسمی که بسیار الهی بود، زرق و برق کم ولی بسیار الهی. اون زرق و برق خیلی زیادی داشت و همه با آخرین لباس‌ها و مدها آمده بودن به این میهمانی. خب من هم طبق معمول با لباس میهمانی رفته بودم. بعد به صاحب مجلس گفتم که اینجایی که عروس داماد میشینن من یه صندلی مثل اونجا که ایشون هستن بگذارید که من از اونجا بتونم لفظ رو از خانم بگیرم، از عروس خانم بگیرم. خب همه میرفتن و میامدن، بعد یه صندلی گذاشتن و من هم نشستم. تا من نشستم یه خانم اومد گفتش که آقا شما از اینجا بلند شید، اینجا وسط راست، برید اون کنار بشینید. گفتیم چشم. ما رفتیم اون کنار نشستیم. مجدد اون آقا اومد گفت آقا چی شد؟ گفتم والا یه خانمی دستور دادن که اینجا جا وسط. گفت نه آقا شما رسم عقد انجام شما بفهمید همینجا. دوباره ما اومدیم اینجا، یه خانم دوباره اومد گفت آقا مثل این که من دارم به فارسی با شما حرف میزنم، این وسط نمیتونی شما بشینین، شما برین اون کنار بشینین. گفتم ببخشید چشم. من میدونستم داستان چیه و چون میدونستم این رو هی میگفتم چشم. دوباره رفتم اون گوشه نشستم. بعد همه هی نگاه میکردن خب آقا کی میاد، آقا کجاست فلان اینا. بعد دوباره اومدن به من گفتن که شما بفرمایید که عقد رو انجام بدید. من گفتم از این خانم اجازه بگیرید، اول اجازه میدم ما بشینیم. گفتم خانم گفت آقا من به شما گفتم اونجا جای آقاست که میخواد عقد بکنه. گفتم آخه اون که میخواد عقد بکنه اون آقا خود بنده هستم. گفت مگه همچین چیزی میشه؟ بعضی اوقات آدم تصور میکنه که مثلا خب مگه میشود این آقا بیاد عقد بکنه. بله عزیزان من، این نکته رو دقت بفرمایید. اگر خانوم، دختر خانوم، این جمله ساده رو بلد باشد در حضور شهود میتواند خودش عقد رو اجرا کند، احتیاجی به موکل نداره. این جمله خیلی خیلی ساده است. زوجت کل نفسی على صداق المعلوم، همین یه جمله خیلی کوتاهه. مطعت کل نفسی على صداق المعلوم، انکحت کل نفسی على صداق المعلوم. اینا فقط شکل این کلمه عوض میشه، وگرنه خیلی فرقی نمیکنه، به همین سادگی هستش. علت این که این رو من گفتم در حضور بزرگان و آقای حجازی و بقیه شما اساتید این نیستش که خدای نکرده اظهار فضلی کرده باشم، نه، میخواهم یه مقداری این مراسم رو مشروحش کنم، یه مقدار آسان‌تر جلوه بدم و شادی خودم رو از بودن در این جلسه ابراز بفرمایم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ما در جلسات گذشته سوره مبارکه ملک رو با هم بررسی می‌کردیم و تا آیه 20 رو با هم مرور کردیم و امشب انشاءالله وارد آیه 21 سوره مبارکه ملک می‌شویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 21. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. در آیه مبارکه 20 خداوند به یک نکته اشاره کرد در مورد کفار و مغرورین و فریب خوردگان دنیا، و آن این بود که این لشکری که دور خود جمع کرده اید که شما را حفظ کنند به درد شما نخواهد خورد. و من در آخرین لحظات جلسه هفته گذشته توضیح دادم که همین الان ما در برهه‌ای از زمان هستیم که می توانیم شاهد باشیم بر حکامی که به این گاردهای به قول معروف جاویدان خودشان اتکا کردند و همین گاردهای جاویدان نه تنها آنها را حفظ نکردند بلکه یکی از علل سرنگونی اونها هم شدند، و چه بسا حکام دیگری هم که الان در درگیری هایی که در دنیا اتفاق افتاده است بین حق و باطل، بین مردم و حکومت، این اتفاقات می افتد و خداوند این وعده ها را داده است. حالا نکته دومی را که خداوند می‌فرماید صحبت رزق است. رزق، این کلمات این آیه رو من دونه دونه اول براتون
ترجمه میکنم که وقتی ما بدونیم ترجمه کلمات رو بدونیم، بعد در مجموع میتوانیم مفهوم کلی رو از ظاهر آیه به دست بیاوریم و آنقدری که بضاعتم برسد به باطن آیه میپردازم. امن یعنی چه کسی یا کیست آن؟ هازا این الذی که یرزقکم، به شما روزی میدهد. اون یای اول یعنی سوم شخص، یعنی اون رزق یعنی فعل رزق، کم یعنی شما، میدهد رزق به شما. این اگر امسک رزقه، امسک از امساک است، در ماه رمضان شما امساک میکنید یعنی خودتون را نگه میدارید، چیزی را نگه داشتن میشود امساک. رزقه یعنی رزقه، آن روزی خود را، آن روزی را که میداده است. میگوید چه کسی به شما روزی میدهد اگر خدا روزی را که به شما میداده است را جلوشو بگیرد. این نکته جالبشه. خداوند در آیات مختلف قرآن مردم رو به چند دسته تقسیم میکنه. اینجا من تمام بکنم این کلمات رو، بعد وارد توضیحش بشم. بل پاسخ این جمله است که چه کسی به شما روزی میدهد اگر خداوند روزی خود را از شما منع کند و امساک کند. بل، این بلی که میگوید یعنی پاسخ به این سوال. لجو از ریشه لجه، لجبازی، تو فارسی میگیم لجبازی. لجو، لجاجت میکنند. فی اتوون، اتو یعنی تجاوز و سرکشی. و نفور، نفور یعنی دوری، استبعاد، همین تنفر که میگیم از همین ریشه است. یعنی این سوال از آنها می شود که آیا روزی شما را غیر از خدا هم کسی هست که بدهد که به او کفران می کنید؟ عده‌ای می گفتند بله، روزی ما در جای دیگری هست. حالا من براتون آیاتی آوردم که این آیات به شما و به ما انشاءالله نشان می دهد که روزی کجاست. یکی، در سوره مبارکه زاریات آیه مبارکه 22 خداوند می‌فرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق و روزی شما در آسمان است و آنچه را که من وعده داده‌ام. مولانا در کتاب مثنوی می‌گوید ای مردم، خدا قسم خورده است که روزی شما در آسمان است و او می‌دهد. روی زمین دنبال چی می‌گردین؟ چرا اینقدر تو این سوراخ‌های زمین دنبال چی می‌گردین؟ روزیتون از جای دیگه میاد، نه اینجا، از تو اینجا نمیاد. این مولانا میگه. یکی از کسانی که در تاریخ قرآن، تاریخ روایی قرآن، ببینید ما تاریخی داریم، تاریخ روایی انسان‌ها هست که بالاخره تاریخ‌های نوشته شده است از وقایعی که در جهان اتفاق افتاده. یک سری تاریخ‌های روایی داریم از قرآن که قرآن به نکات تاریخی جهان در طول خلقت اشاره می‌کند و از اون اشاره نتیجه می‌گیرد. یکی از اون جاهایی که اشاره دارد حضرت حق، ماجرای حضرت موسی علیه السلام است و قارون. قارون کیست؟ قارون یک شخصی بوده است که دارای گنج‌های بسیار زیادی بوده است که میگویند کلیدهای گنجهای او را یک قافله شتر میکشیدند. حالا خود گنجش چقدر بوده بماند، فقط کلیدهاشو. این نکته جالب اینجاست که این جناب آقای قارون در یک جمله ای میگوید انما اوتیته علی علم عندي. این اول یک آیه است در سوره قصص آیه 78. یعنی اینایی که میبینید به خاطر ارزه و جربزه و علم منه. خیلی ها تو دنیا هستند روزی خدا را به خودشون نسبت میدن، میگن چون من آدم باهوشی بودم، چون آدم با ارزهی بودم، اینا را به دست آوردم، این مال را به دست آوردم، روزی دست منه. بعضی هاشون بیشتر از اینم میگفتن، میگفتن نه تنها روزی دست منه، روزی خودم، بلکه روزی شما هم دست منه. و
و اونها کسانی بودند که خودشون رو تربیت کننده شما میدانستند، مثل فرعون. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، نمیگفت من خدای شما هستم، میگفت من تربیت کننده شما هستم، من مربی شما هستم، من روزی دهنده شما هستم، اگر من نباشم روزیت قطع میشه. در حالی که خداوند میفرماید ان الله هو الرزاق، اون کسی که روزی دهنده است خداست، ذو القوة المتین، هم دارای قوت بسیار زیاد. قوت با قدرت فرقش رو دفعات پیش گفتم، من نمیتونم هر دفعه آیات رو دوباره رفرنس بدم. قوت یعنی نیرو، قدرت یعنی تقدیر، یعنی نیروی به مقدار. تفاوت داره این دوتا کلمه با هم. وقتی خداوند میگوید صاحب قوت است یعنی نیرومند است، وقتی میگوید صاحب قدرت است یعنی نیرومندی است که تقدیر رو هم در نیرویش تأثیر میگذارد. ذو القوة المتین، او صاحب قدرت است و او روزی ده شماست. چقدر زیبا شد. پس مایی که تو این دنیا زندگی میکنیم بر اساس آیات قرآن، رزق خداوند را باید از کی دریافت کنیم؟ از خودش ولا غیر. هیچ کس در این راه نقشی ندارد، رزق از جانب خداوند است. خیلی جالبه، خداوند میگوید شما به دنبال فضل خدا بروید. معاش رو میگه، معاش یعنی کسب و کار و کاسبی رو میگه معاش. فضل الله میگوید به دنبال فضل خدا بروید، اما روزی را میگوید من به شما میدهم، رزقتون رو من به شما میدم. حتی ما روایاتی داریم از ائمه معصومین به طور کلی که اینا هم همه سمعت عن رسول الله، که اینها رو همه رو از پیغمبر گرامی شنیدند یا از پدران صادق خودشان شنیدند، که روزی به دنبال صاحب روزی میگردد و تا روزی تمام نشود از این دنیا نمیرود. که در یکی از صحابه را گفتند که تو آخرین روزیت یک کاسه شیر است، که اون کاسه شیر را تا نخوری از این جهان نمی روی. تا اینقدر دنبال تو می دوه، روزی دنبال تو می دوه. ولی ما متاسفانه به دلیل تصویر غلطی که شیطان در ذهنمون درست می کند و می گوید با زیادتر داشتن به اطمینان و آرامش و به قدرت میرسی، در تکثیر و تکاثر میفتیم و به جای کیفیت به دنبال کمیت میفتیم و در کمیت مسحور به دست آوردن بیشتر و تزاید میشویم و این تزاید ما را از حقیقت بندگی دور میکنه. یعنی ما وقتمون رو به دنبال چیزی میگذاریم که خداوند خودش را مکلف کرده است که به ما بدهد. حالا یه سوالای مطرح میشه. یادم هفته گذشته که اینجا خدمت شما بزرگواران بودم، سرکار علیه‌ای که الان همیشون رو میبینم، آمدن در قبل از شروع نماز به من گفتن که آقا ما سوال داریم از شما، شما جلسه تموم میشه سوالتو نمیذاری ما سوال کنی. گفتم خب اشکال نداره، بنویسید سوالتونو بپرسین. گفتن آخه سوال هفته پیشمو یادم رفته. من چیکار کنم؟ یالا من براتون مینویسم. حالا سوالتون رو بنویسید و انشالله در یک برهه از سخنرانی همین امروز هم که هستش سوال کنید. مثلا یکی از سوال‌ها این است که آقا اگر روزی دست خداوند است چرا عده‌ای گرسنه‌اند؟ اگر روزی دست خداوند است چرا یه عده‌ای در قحطی دارن می‌میرند؟ مثلا از این جور سوال‌ها مطرح می‌شود. این هم می‌تواند یکی از سوالاتتون باشه که بعد در همون موقع ما جواب می‌دیم. منتها شرط من دارم برای سوال. هر کس که سوال می‌کنه سائل نیست به صورت مجرد و من پاسخگو، نه. هر کس که سوال میکنه وارد مناقشه میشه، یعنی تو یک مناقشه ای وارد میشه که من هم از او سوال میکنم، او هم از دیگران سوال میکنه، همه با هم سوال میکنیم. اینجوری نیستش که یه توپی رو مثل راکت پرت کنیم بعدم بشینیم کنار نگاه کنیم ببینیم یارو چجوری بال میزنه جواب بده. نه، با هم میگیم میشنویم. حالا ممکنه یه کسی بگه که اینها آقا رزق فقط نون بربری و پنیر نیست،
رزق آب گوشت و چلو کباب نیست. ما خیال میکنیم هرچی خوردنیه رزقه. من لیست رزق رو از روایات و احادیث و کلمات قرآنی به صورت فارسی برای شما آوردم امشب که ببینیم خداوند میگوید رزق شما در آسمان است و من میدهم آن رزق را و رزق محتوم. الله اکبر، رزق محتوم یعنی مفعول حتم است. حتما شما باید این رزق تو بگیری. یک سری از ارزاق هم محتوم نیست، نسبت به کوشش ما زیاد و کم میشود، همجوری که خداوند میگوید امساک میکنه. من فقط براتون کلمات رزق رو آوردم، با آرامش هم میخونم چون میدونم وسط راه میگین آقا ما همش رو نفهمیدیم، برای همین یواش میخونم. ملبوسات، منکوهات، مشروبات، مأکولات. حالا یکی میگه آقا مشروبم توشه، مشروب یعنی چیزی که شما مینوشید، مأکولات یعنی چیزی که میخورید، ملبوسات یعنی چیزی که میپوشید، منکوهات یعنی ازدواج، رزق همسر، رفیق صالح، صحت، سلامت، رفع دفع بلیات و مصیبات، اولاد صالح، دفع شر اشرار، سائر خیرات، راحتی موت، ایمنی از عذاب قبر و عالم برزخ و ورود در محشر، بیاض وجه، اعطاء کتاب به یمین، حساب یسیر، عبور از صراط، ثقل میزان، غفران الهی، سایر تفضلات. اینجا دیگه مقامات بالاترشه، بازم رزقه. حشر با انبیا و اولیا و ائمه و صلحا، مشمولیت شفاعت و نیل به مقام محمود. نگاه کنین، از این همه رزقی که خداوند به عنوان رزق تعیین کرده، یه دونه شما فقط اون آب گوشت رو فقط نگاه میکنین. آب گوشت، آب گوشت خوردیم نخوردیم، رزق ما، آها رزقمون چی شد؟ خداوند اینها را به انسان به صورت هبه، هبه یعنی چی؟ موهبت. یعنی چی؟ تمام انسان‌هایی که در این جهان به دنیا می‌آیند بر سر سفره روزی خداوند نشسته‌اند، فارغ از دین و مذهب و جنسیت و نمی‌دانم رنگ و دین و مذهب و قد و قواره و هر چی که شما بگید، همه بر سر سفره روزی خداوند نشسته‌اند. و این جالب‌تر اینجاست که تمام موجوداتی را که خداوند در این جهان خلق کرده است، چه با دست و پا، چه بی دست و پا، چه با شعور، چه بی شعور، چه خوشگل و فریبنده، چه زشت و کریه، بر سر این سفره تا شب روزی میخورن. هر روز اون ماهی که نه دست داره، نه پا داره، نه دندون. بعضی از ماهی ها رو دیدین دست و پا که نداره، دندون هم نداره، یه کیسه است. اون صبح که بلند میشه رزقش محتوم است، به اون روزیشو میده. اون پرندهی که در خونه شما هست که پر میزنه و شما از دیدارش لذت میبرید، صبح که بلند میشه اگه دیده باشید، درست موقع نماز، درست موقع نماز، تمام مخلوقات عالم دارن تسبیح خدا رو میکنن. چرا؟ رزق میخوان از خدا. اونا رو بهشون گفتن، اونا به صورت مجبور این کار رو میکنن، نه مختار. بهشون گفتن آقا تو امروز میخوای رزق بخوری، باید 50 تا جیک بزنی. اینم وا میسه رو اون درخت ها جیک جیک کردن. حالا یکی شکل خروس قوقلی قوقو میکنه، یکی جیک جیک میکنه، یکی پارس میکنه، یکی جیغ میزنه، فرق نمیکنه، داره تسبیح خدا رو میکنه. روزیشو خورده، حالا غروبه، درست همین موقع ها اگه برید طرف های این پارک ها، میبینید این پرنده ها رفتن هر کدومش یه جا نشستن، دارن نماز شام رو میخونن، نماز عشاشون رو دارن میخونن. اون نماز یعنی چی؟ شکر از این روزی که امروز به ما دادی و خوردیم. اما انسان چی؟
انسان قبل از اینکه روزیش را بگیرد میگوید به من بگو که روزی هست، امروز من اول مطمئن بشم که روزیم هست، من با تو معامله غیب نمی کنم. یؤمنون بالغیب نیستم. اولین آیه، دومین آیه مبارکه سوره بقره، الذین یؤمنون بالغیب. حالا فکر میکنن بعضیا بالغیب یعنی که مثلا ما به چیزهای نادیدنی و سوپرنچرال داریم. نه آقا، روزیت غیبه دیگه، روزی فردات غیبه. یؤمنون بالغیب، میگه نه، ممکنه که فردا روزی نرسه، ممکنه که فردا من گشنه بمانم، ممکنه که پس فردا چنین بشود. در حالی که خداوند میگه چی میترسی تو؟ من به همه اینایی که برای تو آفریدم دارم روزی میدم، به تو که اشرف مخلوقات و خلیفه من روی زمینی نمیدم؟ حالا اینجا یه نکته داره، میگه اگر تو تسبیح گوی بودی مثل همین گنجشکا، اگر تو مؤمن بودی مثل همین ماهیا، مثل همین پرنده ها، مطمئنی از این که روزی میرسد. اما چون شک داری، چون ظلمنا انفسنا هستی، این خیلی جالبه، این ظلمنا انفسنا خیلی جالبه، جمله بی نظیری این ظلمنا انفسنا. اولا ظلمت یعنی تاریکی، ظلمنا انفسنا نفسمونو به جایی که تو نور قرار بدیم میبریم تو تاریکی. وقتی ظلمنا انفسنا میکنی، مثل موقعیه که بارون رزق داره از آسمون میباره، هر کسی زیر این بارون بره خیس میشه، فارغ از این که زن مرد بچه از بزرگ اینا. تو وقتی بارون رحمت من داره میاد، رفتی توی یه دونه انباری، رفتی توی یه دونه سوراخ غار، رفتی خودت قایم کردی توی ظلمتی، این بارونه باید اینجوری بیاد بهت برسه، خودت رفتی اون زیر. ظلمنا انفسنا یعنی چی؟ یعنی ما خودمان هستیم که کارهایی را میکنیم، چه برای خودمون عزیزان من، چه برای اطرافیانمون. من لازم میدونم یه جمله ای رو اینجا بگویم خدمت شما بزرگواران، و این جمله جمله بسیار کلیدی هستش. من اگه یه جمله ای رو الان بگم شاید همتون تعجب کنید. این ساعتی که پشت سرتونه، درست در این ساعتی که الان خوابیده، من اون رو نگاه کردم و از جناب حجازی سوال کردم که آیا من چقدر میتونم صحبت کنم. اون ساعت متوقف است آقای حجازی، یعنی درست از همون زمان متوقف است. من از شما اینم متوقف است. توجه بفرمایید، جالب ها، توجه بفرمایید. ما گفتیم تا کی مثلا حرکت نمی کنه. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کدوم یکی از شاعراست میگه شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. احسنت. شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. بعضی اوقات زمان در مقابل کلام خداوند، چون مخلوق، زمان هم مخلوق دیگه، این کلام خداوند کلام حقه، بعضی اوقات زمان هم محتوم هستش، اینجوری نیستش که تصمیم بگیرد برود، اون هم وامیستد، زمان دیگه متوقف میشه. نه به خاطر این که خدایی نکرده، نبادا به خاطر این معنی باشد که این حقیر، نه، به خاطر این دلهاست، این نوری که در اینجا داره متساعد میشه، این تپشی که داره از این مؤمنین آماده ورود به رمضان داره آماده میشه، اینه که اون ساعت متوقف میکنه. حالا این نظر منه، حالا یه دم ممکنه مخالف باشه، یه دم موافق باشه. خب، پس می‌فرماید حضرت حق چه کسی می‌تواند به شما روزی بدهد اگر آن روزی دهنده و رزاق علل اطلاق روزیشو امساک کند، نگه دارد. اینجوری کی به شما روزی میده؟ کی می‌تونه به شما روزی بده؟ تمام طلاهای دنیا رو که مال این زمینه دیگه، طلاها مال این زمینه دیگه، جز معدنه، معدن یعنی آنچه که در داخل زمین به ودیعت گذاشته شده، شما بدهید یک دونه قرص یا یک دونه قطعه نان بربری به شما نمیدهند اگر
امساک رزق شده باشد از جانب خداوند. همه دنیا رو که بدید یه دونه نون بربری بشه یه 100 گرم پنیر شما نمیدن. حالا دقت کنین، تمام درخت‌ها، تمام میوه‌ها، تمام پرنده‌ها و حشرات و نمیدونم این حیواناتی که زاریات رو انجام میدهند و این بادها و همه اینها دارن کار میکنند که روزی ما را بدهند. روزی فقط اون هم بخش اطعمش و بخش معکولاتش و فقط همین. و از ما انتظار دارد خداوند، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای یعرفون، یعنی لیعرفون لیعبدون ای لیعرفون، یعنی بفهمن، فقط بفهمن که روزی دهشون کیست. من همینجا پشت این مکان مبارک و محترم عرض میکنم خدمت شما برادران و خواهران، به محض این که یقین کنی، یعنی یقین کنی که روزی دهنده تو خداست، حلال مشکلات زندگیت خداست، که با بهترین راه ها و روشنترین راه حل ها و سریعترین پاسخ ها مشکل تو را حل میکنه، بلا فاصله مشکلت در مقابل او آب میشه. فقط کافیست باور کنی که این اتفاق میفتد. و جالب اینجاست که این باور مؤخر است، مبتداست به حل، نه مؤخره به حل. یعنی شما قبل از اینکه آن راه حل را ببینید، به ایمان اینکه راه حل آمده است و بهترین راه ها از جانب خداوند عرضه می شود، شکر راه حل و آرامش و آسایش و گشایش را کرده اید. ما دو جور می تونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. یک، بگوییم خدایا تو را شکر می کنیم که به من چی 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 داده ای گذشته. شکر دوم آن است که این رو عرفا می کنن، خدایا تو را شکر می کنم که بهترین ها را در راه من قرار خواهی داد. شکر مبتدا یعنی شکر قبل از نعمت ایمانه، شکر بعد از نعمت همین شکری است که انسان باید بکند که خداوند زیاد بکند. اما اگر فقط کافیه فکرمون رو عوض کنیم، ما نمیخواد کاری انجام بدیم، ما فقط فکرمون رو عوض کنیم، باور کنیم. یکی از مشکلاتی که ما با خداوند داریم این هستش که فکر میکنیم راه حل این کار چجوری میشه، یعنی خدا اگه بخواد این حل و این مشکل رو حل کنه چطوری باید حل کنه. این چطوری حل کردن درد ماست. بعد شروع میکنیم به خداوند نسخه دادن که این رو اینجوری 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 حل کن. نه، تو مشکلت را به خداوند عرضه کن، نگفته میداند، فقط منتظر ایمان توست. به محض این که تو باور کردی که او بهترین راه را برای حل مشکل دارد، بهترین راه را برای گشایش دارد، بهترین برکت را در روزی و رزق تو قرار داده است، به محض آن که تو باور کردی این رو، شکرت آغاز شده است و شکرگزاری کردی. مثال را عرض میکنم، این مثال براتون عرض میکنم، مثال دنیایی. چون وقتی که ما اینجا میشینیم یه حرفایی میزنیم، همه از ما دلیل میخوان، اما بعضی ها حرف میزنن هیچ که ازشون دلیل نمیخواد، میگن آقا اینجوری گفت. ولی ما یه جمله که بگیم باید تا تهش خودمون واسیم. حالا من یک صلواتی خط بفرمید. کافیست این رو امتحان بکنیم، این نکته را فقط ببینیم و اعمالش رو ببینیم. و آن این است، اگر ما فرض کنید که یک پولی داشته باشیم، یک نقدی داشته باشیم و بخواهیم این نقدمان را خرج کنیم، نسبت به حجم اون نقدمون دست و دلبازیمون بیشتر میشه. مثلا فرض کنید امروز رفتیم یه جای نهار بخوریم، 4 نفرم مهمون ما هستن، مثلا تو جیبمون 1000 دلار پول داریم، 200 دلار خرج میکنیم، نمیترسیم. اما 200 دلار تو جیبمون داریم، 40 دلار خرج میکنیم. حالا 40 دلار جیبمون داریم، تا 10 دلارش میایم. اگر همین امتحان رو برعکس بکنیم، یعنی بگوییم امروزی که من 200 دلار جیبم دارم، به واسطه اینکه این مهمان من هستش
و مهمان حبیب خداست و من به خاطر روزی و رزق و سفره پربرکت میام این کارو میکنم، خودم رو غنی به $1,000 بدونم و بیام اون $200 رو به خاطر شکرانه $1,000 خرج بکنم، امتحان کنید ببینید اون $1,000 کی تو جیبتون میاد. امتحان کنید، یه بار امتحان کنید، دیدنش آسونه، خیلی کار جالبی هم هست، به شرطی این که نترسیم. خب ما عزیزانی رو در جلسه داریم که اجازه بدید من این جمله رو بگم بعد پاسخ شما رو هم میدم. عزیزانی رو در جلسه داریم که عزیز از دست رفته ای رو دارند و در همین هفته گذشته جوانی رو از دست دادند و او به لقاء الله پیوسته است و خانواده ای رو در فقدان این عزیز قرار داده است، ابتلاعات زندگی است. ما اولا همگی برای این خانواده محترم تقاضای صبر میکنیم از جانب خداوند، برای عزیزی که از بین ما رفت تقاضای غفران میکنیم، مسئلت غفران میکنیم و خودمون رو در غم اون مادری که الان جگرگوشه‌اش همراهش نیست و دردی جانکاه بر سینه دارد شریک میدانیم و با قرائت فاتحه‌ای که بعداً هم خواهم گفت که فاتحه چه میکند، با او همدردی میکنیم و آرزو میکنیم که مرهمی باشد بر درد همه این بازماندگان. رحم الله من یقرأ فاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. شخصی پدر را از دست داده بود و در نزدیکی های چله پدر را خواب دید که در حال جمع آوری جواهرات بسیار گزاف و فربه و در یک مکان نورانی است، در شادی مطلق، در آرامش مطلق، در فضای روحانی دارد جواهرات رنگ و وارنگی رو جمع میکنه که نشانه های شادی او بود. پدر سلام علیکم، علیکم السلام، پدر اینها چیست که تو جمع میکنی؟ گفت پسرم، مسافری از قبرستانی که جسم من رو در آن قبرستان شما ودیعت گذاشتید میگذشت و او سوره فاتحه ای را به همه اهل قبور تقدیم کرد. این که الان میبینی سهم من هست از آن سوره فاتحه. رحم الله من یقرأ فاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد. هر چقدر میتوانید برای میت صلوات و برای میت سوره حمد را بخوانید. سوره حمد آرامش بخش، مسکن، بالا برنده مقام هر میتی است و من به شما عزیزان بزرگوار سوکوار عرض میکنم جسم این عزیز از بین ما رفت اما روح او بیدار است. روح او در عالم برزخ شاهد و ناظر ماست. ما وقتی موی خود را میچینیم، این مویی که با ما زندگی میکرده، او را به کجا میسپاریم؟ دور میاندازیم. ناخونمون رو وقتی که میچینیم کجا میاندازیم؟ دور میاندازیم. جسم ما ظرف روح ماست. این جسم از میان ما رفت به هر دلیلی، نوبتی بوده است و قسمتی بوده است، اما اون روح زنده است و اون روح در انتظار این هست که ما او را فراموش نکنیم و به یاد ذوی قبور من باشیم، ذوی حقوق من باشیم. و چقدر دنیای زیبایی است که ما زنده ها دستمان میرسد
و آنهایی که از این دنیا رفته اند دستشان کوتاه شده است. و ما تا مادام آیه قرآن هست، آیه قرآن، الله اکبر الله اکبر، میفرماید چرا ما را تأخیر نمی اندازی به عجل قریب، آیه قرآن، که ما هم تصدق، ما هم تصدیق کنیم و نعمل صالحا و کارهای خوب انجام بدهیم. مایی که در این دنیا هستیم و بازمانده عزیزانی هستیم که از بین ما رفتن، با اعمال نیکمون، اعمال جاریه نیکمون و اعمال تصدیق و تصدق و صدقمون برای اون آنها میتوانیم اولا هدایایی بفرستیم، ثانیاً برای آخرت خودمون انشاءالله زاد و توشه ای رو فراهم کنیم، که شرکت در این جلسات هم نشانه این هست. ما را هم در غم خودتان شریک بدانید. خب آیه دوم، آیه 22. افمن یمشی مکبا علی وجهی اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اون ای که اول آیه میاد یعنی آیا، ف پس، من کسی که، آیا پس کسی که، یمشی از مشیه، مشیه ما تو فارسی هم میگیم مثلا مشی زندگی این آقا، مثلا یعنی رفتار، حرکت کردن. در زبان عربی امشی یعنی برو، مشی، مشا، اینا هم از یک کلمه است. افمن یمشی مکبن، آیا کسی که راه میرود سرازیری، سرفکنده، رو در زمین، مکبن یعنی از باب اکباب، یعنی کسی که از رو در افتاده است، موقعی که مثلا یک کسی از رو دوچرخه میافتد یا از توی پله ها میافتد، چجوری با رو به زمین میافتد، به این میگن مکبن. میفرماید آیا کسی که مشی میکند، یعنی حرکت میکند با حالتی که صورتش بر زمین است، وجودش سرازیر است، به قول خودمون فقط جلو پاشو میبینه، از یادو زندگی فقط جلو پاشونو میبینن. اهدا از ریشه افضل است، یعنی هدایت یافته تر است. امن از کسی که یمشی، او قدم بر می دارد و مشی می کند و حرکت می کند، سویان، سویان از ریشه مساوی و ایستاده و سالم، بشرن سویا و تمثل بشرن سویا، در مورد حضرت مریم علیه السلام که حضرت جبرائیل بشرن تمثل بشرن سوی یا درست و حسابی، علا بر صراط راه مستقیم، آیا کسی که با صورت به زمین افتاده و فقط حول و حوش همون خاکی را که افتاده و به صورت خزنده حرکت میکنه، هدایت یافته تر است و هدایت شده تر است و راه را بهتر می‌بیند، یا کسی که به صورت سویا در صراط مستقیم ایستاده است، کدام یک از اینها به راه درستری می‌روند؟ جواب توشه، استفهام انکاری است، جواب توشه. مسلماً آن کسی که بر صراط مستقیم است، آن کسی که ایستاده راه می‌رود، آن شخص افق بزرگتری دارد، پستی بلندی‌ها را بهتر می‌بیند. اما آن کسی که خودش را انداخته است، گرفتار فاصله، یعنی دیدش کوتاه شده است، به قول قدیمی ها میگن تا نوک دماغش رو بیشتر نمیبینه، اون چگونه میتواند در راه هدایت بشود؟ اینجا جمله ایست که خداوند میگوید برای کسانی که اسیر عوامل مادی این دنیا شده اند و کسانی که بر این عوامل مادی سوار شده اند. این نکته رو دقت بفرمایید. بعضیا خیال میکنن این دنیا را باید دع دنیا و احملها. حضرت حافظ میگه دع دنیا و احملها، ول کنید این دنیا رو. بله، نه به معنی آن که این دنیا را رها کنید و به قاری بخزید، نه، یعنی از اسارت این دنیا آزاد بشید، این دنیا اسیر شما بشه، نه شما اسیر این دنیا، نه شما اسیر این مال، این مال اسیر شما بشه و شما بنده خدا بشید.
ما وقتی که بنده خدا بشویم همه عوامل این جهان، آیه قرآن ها، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تسخیر شماست، در تسخیر شما قرار دارم، هر چیزی که تو این آسمان ها و زمینه، وقتی که تو بندگی خدا رو بکنی. اما اگر تو شروع کنی به بندگی کردن اون چیزهایی که در تسخیر تو هستن، نوکرهایی را که من آفریدم که نوکری تو را بکنن، تو نوکری اونها رو میکنی، چه انتظاری داری؟ این مکبن هستش. مکبن اون کسی که در رو افتاده است، آیا بهتر راه را میبیند و هدایت میشود، یا اون کسی که سرا بر صراط مستقیم است، اهدنا صراطا مستقیم. چند دفعه میگیم اینو، اهدنا صراطا مستقیم، اهدنا صراطا مستقیم. این خیلی حرف عجیبی، صراط مستقیم صراطی است که ما نیازی نیست به پهلوامون نگاه کنیم، نیازی نیست هی در شک و تردید و تزلزل باشیم. مستقیم یعنی با استقامت، با قوام، مقاوم، ایستاده، محکم. نه اینکه مستقیم یعنی راست، یعنی راهی که در آن میتوان ایستاد، بنیانش مرسوس است، مثل اینکه با سر بریخته شده، محکم بدون ترس حرکت میکنه. اینا تزلزل ندارن، اینا در هر موقعیتی گرفتار نیستن، هی نمیگن چه کنم، این کارو بکنم، این کارو نکنم، اینجوری چی میشه، فردا چی میشه، شب چی میشه، صبح چی میشه. اینا میدانند که هیچی نمیشه، هر آنچه که هست خواست خداست و تو را یک وظیفه بیشتر نیست، عبادت او ولا غیر، بقیهش قصه است، فقط عبادت او. حالا عبادت او یکیش اعمال فرائض دینه، یکیش. چند تا عبادت داریم ما؟ یکیش خدمت به خلقه، توفیق. الان گفتم از نعمتهای خداوند توفیق این کار هستش که خداوند روزی بده. وقتی که دعا میکنیم اینجا، وقتی که میگن زود نگید دخترم عروس بشه، پسرم دوماد بشه، بی ام وم بنز بشه، بنزم نمیدونم فلان، یه چند تا از این دعاها بکنیم، دعاهایی که آخرتمون رو میسازه. دنیامون ساخته است، بالا پایین ساخته است، دنیای آخرتمون درست بشه. خب آیه مبارکی 23 قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بگو، به من از که کلمه بگو اومد، یعنی به کی باید بگه؟ کی باید به کی بگه؟ حضرت رسول گرامی کفار وش کسانی که شک دارند رو مخاطب قرار میده. قول، بگو بهشون، هو یعنی خدا، هو، او، هو به زبان عربی یعنی او، اما نام خداست، نام بدون صفت و ذاته. هو تنها نام خداست که بدون واسطه حلق و بلع بیرون میاد، درست از تو سینه میاد بیرون، از کنار قلب، بدون واسطه با این چیز دیگه. الله، رزاق، رحمان، همش ببینین تو اینجا ساخته میشه، فقط هو از اینجا میاد بیرون، از کنار دل میاد بیرون. عرفا معمولا یاهو میگوین، یعنی همین یاهو. خب هو الذی، او کسیست، انشأکم از ریشه انشاء، شما را آفرید وقتی که نبودید. انشاء یعنی چیزی که قبل از آن خلقتی که قبل از آن خلقتی نبوده است، انشاء کرد شما را. انشأکم و جعل و قرار داد لکم برای شما از سمع شنوایی. دقت کنید این چیز، اینا خیلی جالبه، ترتیب این کلمات خیلی جالبه. اول شنوایی، والابصار دیدگان، والافئده دلها، ریشه فؤاده، افئده جمع فؤاده، فؤاد یعنی ریشه، و از زبان عربی فاده یعنی بریان کردن. قلب چون دلسوزی توش هستش بهش فؤاد میگن. خیلی جالبه. پس میشه چی؟ چرا همه اینا جمعن جز سمع؟ سمع مفرده، در حالی که ابصار جمعه، افئده هم جمعه. علتش اینه که سمع
مصدر شنیدن است و مصدر جمع بسته نمی شود. هم اذن هست هم حس الاذن، هم خود گوشه هست هم حس شنیدن. و جالب اینجاست که شنیدن، شنیدار، شنیدن اولین ارتباط و عمیق‌ترین ارتباط است که انسان از خارج دارد. یکی از ارتباطاتی که ما بیرون با واردات داریم، یکی شنیدن است، یکی دیدن است. شنیدن، دیدن، خداوند دیدن رو در مرتبه دوم قرار داده، در حالی که ما دیدن رو در مرتبه اول قرار میدهیم. میگیم آقا به چشم خودمون ندیدیم. ای چشمی که بسیار اشتباه میبیند. همین چشم، آیه قرآن ها، وقتی که میخواستن مردم رو گول بزنن، سحار فرعون چیکار کردن؟ به اعیون الناس، چشما رو اول بستن. دقت کنین، چشم بندی، میگن چشم بندی، چون چشمای ما زود گول میخوره، میبینیم ولی نمیبینیم. گوش دیرتر گول میخوره. تو خوابیدن چی؟ چشم اول بسته میشه، ولی تا گوش بسته نشه شما نمیخوابی. شما چشتو ببند، هی از این ور لحاف برو اون ور لحاف، از اون متکا بیا به این متکا، تا گوشت میشنوه خواب نیستی. همچی که گوشت بسته شد خوابی. ضرب علی آذانهم، یعنی همین اصحاب کهف رو خدا میگوید من زدم تو گوشاشون. زدم تو گوشاشون یعنی چی؟ یعنی گوشاشون رو بستم. چشما رو که میتونیم ببندیم. خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. حالا من به شما چشم و گوش رو دادم، یعنی شما دوربین رو دارید، کامرا و مایکروفون رو دارید، یا دریافت رو دارید میکنید، ولی اینا بدون پروسسور کاری انجام نمیدن. پروسسور کدومه؟ افعده، چشمی که ببینه، دوربینی که توش فیلم نیست، حالا شما هی نگاه کنید، خب یعنی دوربینه دیگه. وقتی که ثبت بشه و پروسس بشه به درد میخوره. شنونده ای که نمیشنود، فقط گوش میکنند، مثل ضبط صوتی که جایی ثبت نمیشه، اما اون پروسسور افعده است. من هم به شما واردات رو دادم، هم وسیله سنجش رو دادم، افعده. ولی کن قلیلن ما تشکرون. جالبه نه؟ بهتون وسائل بسیار پیشرفته و پیچیده ای رو دادم، اما خیلی کم شکر میکنید. شکر میکنید نه به خاطر اینا شکر بکنید، با این واردات و با این پروسسور باید خیلی شکر کنید، ولی کم قلیلن من عبادی شکور، سعدی میگه. خب ساعت 14 دقیقه به ساعت 9 هستش و من الان شاید یک آیه دیگه هم بیام جلو، اما اونایی که سوال دارن، برای ماه رمضان هم داریم آماده میشیم انشاءالله. فکر میکنم هفته آینده دیگه ما در ماه رمضان باشیم. بله، ماه رمضان، من یک عرض ادبی به ماه رمضان داشته باشم. اولا من خواهشم اینه که شما این کلمه رمضان رو بدون ماه رمضان نگویید. رمضان نام خداست و شهر رمضان یعنی شهر خدا بگویید. حتما بگید ماه رمضان، نگید در رمضان چیکار میکنید، رمضان اومد، رمضان رفت، نه. و بعدم این معنی رمضان رو هم شاید یک بار به صورت وصیت من خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. حالا انشالله اگه فرصتی بود در ماه رمضان به اینها بیشتر میپردازیم و خودتون رو آماده کنید برای این ماه. این هستش که رمضان از ریشه کلمه رمزه به معنی خشک شدن ریگ در آفتابه. موقعی که یک ریگی جایی باشد و آفتاب بر او بتابد و خشک بشه، و میدانید که ریگی که خشک بشود طاهر میشود، یعنی جایی که آفتاب بخوره به ریگ طاهره، یعنی پاک کننده است. شما میتونید باش تیمم بکنید، اصلا خودش میشه پاک کننده، مطهر میشه، نه مطهر. مطهر شده است یعنی آن را پاک کرده است، خودش میشه مطهر. ما انسان ها در ماه رمضان، در این اعمالی که در ماه رمضان صورت میگیرد، وجودمون پاک میشه. اونقدر پاک باید بشه که مثل این ریگی که آفتاب خورده خودش تطهیر کننده دیگران بشود. الله اکبر. این نیستش که فقط ما شب مثلا تا میتونیم تا خرخره بخوریم که فردا گرسنه‌مون نشه، بعد دوباره فردا از دلتیشه و نفخ بیافتیم تو اتاق که نمیدونم نمیتونیم بلند شیم، حرف با من نزنید، من رمضانه، نمیدونم با من نمیدونم صحبت نکنید، رمضانه. اینجوری نیستش که عزیزان من. ماه رمضان درست عین اون بچه‌ای، دیشب هفته پیش داشتم میگفتم، بچه معده‌اش کار تحلیل انجام نمیده، غذای آماده رو از ناف میگیره مصرف میکنه، یعنی قسمت معده‌اش که پروسسور فود هستش و غذا هستش کار نمیکنه، قسمت تنفسش کار نمیکنه،
نیازی نداره، مستقیم از مادر اکسیژن و غذا رو میگیره. ما در ماه رمضان وقتی که این سیستم هاضمه‌مون رو و سیستم گوارشمون رو تعطیل میکنیم، بلا واسطه از خدا رزق رو دریافت میکنیم. این رزق نیاز نداره بیاد توی درخت، بره توی گیاه، بیاد توی حیوان، بیاد توی وجود ما پروسس بشه، انرژی ایجاد کنه. انرژی مستقیم واردمون میشه. برای همین بهش میگن ضیافت الله. یعنی شما در ماه رمضان، سبحان الله، اونایی که روزه میگیرن، نه اونایی که اداشو در میارن، گرسنت نمیشه. الله اکبر، آقا گرسنت نمیشه، تشنت میشه. تو گرسنگی رو تجربه نمی کنی در ماه رمضان، حالا هر چند ساعت که باشه، 20 ساعت 30 ساعت هر چقدر میخواد باشه، چون شما دریافتت از جا دیگه است. فقط چون من الماء کل شیء حی هستش، برای زنده بودنت احتیاج به این آب داری. امیدوار هستم که توفیق داشته باشیم انشاءالله ماه رمضان از فضیلت این ماه مبارک استفاده بکنیم. و با توجه به این که الان با وقتی که به من دادن ما فرصتی داریم که حالا یه سوال جوابی هم داشته باشیم، و در ضمن من ترجمه این رو هم در واقع عرض کردم خدمتون، حالا جزئیات بیشترش رو در مورد انواع قلب و بقیه بعداً صحبت خواهم کرد انشاءالله. اگر سوالی هست با توجه به شرطی که گفتم مطرح بفرمایید، در خدمت شما هستم. شما سوالتون رو بکنید، قیمت نذارید روش. من هنوز سوالی نشنیدم. خب این که سوال نبود، این یک نصیحت بود. کی متوجه نشده بگه من باشه. شما ها، شما وکالت دارید، موکلی علی موکلتی. آها بله، بسیار. چی شما متوجه نشدید؟ بفرمایید خودتون. شما شدین. خب شما به قول مولانا اسدین ممکنه که اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگن. نترسید، من ساده رد میشم، ولی اگر گیر بکنه نگرتون میدارم. بفرمایید. بفرمایید قربان. یک سری نداریم، یه دونه سوال. بله خواهش می‌کنم. گفتم بخشی از رزق محتوم است. بخشی از رزق محتوم است. پس چرا باید فعالیت بکنیم؟ وقتی خدا خودش قول داده که به اون برای رزق بیشتر و ان شکرتم لازیدنکم. ما رزق، یک رزق محتوم داریم که برای همه هست. بعد از اینکه اون رزق را دریافت میکنیم، وقتی در شکرگزاری به نعمت خداوند موفق میشویم، این تزاید پیدا میکند. رزق هم گفتم چلو کباب و آبگوشت نیست، همه این 17-18 موردی بود که گفتم. به همین دلیل ما تلاش میکنیم، یک، به دنبال فضل الله، دو، عبور از مسیر امتحانات این دنیا برای ارتقاء روحمون، و سه، برای ازدیاد نعمت و ازدیاد رزق و روزی. نه به معنی تزاید تکاثر، بلکه به معنی آنچه که برای ما ماندنی است، از نوع کیفیت نه از نوع کمیت. متاسفانه من زیاد متوجه نشدم، ولی خب راجع به همین متاسفانه متوجه نشدید. نشدم. خب اینی که متوجه نشدید رو من زیاد به عربی زیاد وارد نمی‌شم. من قضاوت نمی‌کنم چرا، اما به شما میگویم که ما در این دنیا وظیفه داریم که عبادت کنیم. در عبادت یکی از کارها انجام اعمال صالحه، خدمت، اعمال سازندگی، اعمال ارتقاء روح. من نمیدونم اینا فارسیه عربیه، بالاخره اینا معنیش معلومه. و مؤثر بودن در مسیر زندگی، چون هر کدام ما برای کاری به این دنیا آمدیم. اگر تا الان اون حقیقت رو نیافته ایم و به ما هنوز الهام نشده، باید خودمون رو در معرض این الهام قرار بدهیم و از ترس نداشتن روزی پرهیز کنید. نگران نباشید، مرتگج سر ماهتون، نمیدونم هزینه سوپرمارکتتون، هزینه بچه هاتون، چه میدونم بقیه چیزهایی که همیشه خداوند، این شیطان دو کار انجام میده.
شیطان فقط دو کار انجام میده، یعنی معزون به انجام دو کار هستش، اون هم از طریق اذن نیست که از جانب خداوند گرفته. یکی چیه؟ یعدکم بالفقر، شما رو وعده میده که فقیر میشید، این اولین کارشه. دوم، برای اینکه فقیر نشی، یعمرکم، وقتی که گفتی آره راست میگی من دارم فقیر میشم، یعمرکم به سوء، امر میکنه شما رو کار بد انجام بدید برای نجات از عقب موندگی. ما در این دنیا این وسوسه رو اگر بتونیم ازش رد بشیم، خیلی کار داریم که انجام بدیم، که یکیش همین دنبال کارهای عبادی رفتن است که انواع و اقسام دارد، هر کسی هم در نقش خودش میتواند انجام بدهد. قسمت دوم سوال من این هستش، اگر که به شما برسه بپرسید، بعد من اجازه میگیرم، اگر بپرسید. قسمت دوم اینه که شما فهمید که همه دارن عبادت میکنند، از نبادات و جانداران و حیوانات و جمادات و حیوانات، بله، دارن عبادت میکنند، بله. اینا همه شعورشون از انسان باید بیشتر باشه که فهمیدند و خدا هم بهشون رزقشون رو حتمی داره. نه، چرا پس میگید؟ پس چرا میگید؟ یعنی نتیجه میگیرید که باید شعورشون بیشتر از انسان باشه، به خاطر اینکه انسان هستش که در مضیقه هستش که باید برای این روزش عبادت، من جواب میدم، چون جواب میدم به برای عبادتش هم باید شعور داشته باشه که به یقین برسه. من جواب میدم به شما چیز بکنه. من جواب میدم به شما، اتفاقا چون سوالتون سوال خوبی است جواب میدم، وگرنه میذاشتم کسی دیگه هم سوال بکنه. انسان به دلیل اینکه مختار است و به خاطر اینکه دردونه خداست دچار مشکله. دقت کن، پرنده و چرنده و جماد و نبات اختیار نداره، مجبور، مثل فرشته است، مجبور است و در عالم اجبار بسیار راضی است، بسیار در رضایت است. اما انسان چون مختار است و به او اختیار داده خداوند، چرا؟ چون بایستی بین اسفل السافلین و اعلی علیین، این طیف عظیم حرکت بکنه. اینجا هستش که ما اسمشو میذاریم کم شعوری. نه، اتفاقا انسان اشرف مخلوقاته. خداوند وقتی میگوید او اشرف مخلوقات، یعنی از همه شعورمندتره. اما این موجوداتی را که ما بی شعور میدانیم، آنها هم شعور دارن. با شما نامحرمان ما خاموشیم، این در و دیوار و نبات و فلان. ای انسان، تو اگر یک روز به اندازه یک درخت عرفان پیدا کنی، فقط یه درخت عرفان پیدا کنی، ببین چه فاصله ای میگیری از اینی که امروز هستی. درخت چه فضائلی دارد؟ هرگز اعتراض نمی کند. یک، بر رزق و روزی که به او داده می شود به بهترین وجه عملش را انجام می دهد، اگه میوه می دهد، اگه سایه می دهد، اگه هرچی است. در صبر مثال زدنی است، زیر آفتاب ایستاده، زیر بارون ایستاده، تکون نمی خوره، ناله نمی کنه، از زیرش هر کس بیاد استفاده کنه، یه درخت، یه نبات. اینها نشانه های عملی است، مبین است که ما به عنوان یک انسان نگاه کنیم این درختی را که اصلا برامون ارزش نداره در عرفان چه مقامی دارد، ما هم یه قدمی برداریم. این مورچه در عرفان چه قدمی دارد؟ من چند وقت پیش اینجا یه مطلبی رو گفتم، اون خانم رو نمیبینم الان تو این جلسه، گفتم شما مورچه دیدید که بخوابد؟ گفت آره من دیدم. گفتم کجا دیدی خانم؟ گفت من تو خونم یه مورچه دیدم خوابیده. گفتم نه، مورچه نمیخوابه. دیدید تا حالا یه مورچه یه جا مثلا دستشو زده باشه به دیوار، بگه یه قهوه بخوریم خسته شدم، با این همه انرژی که داره مصرف میکنه؟ چرا؟ چون مجبور است، مختار نیست، او وظیفه دارد کارشو انجام بدهد. برای مرحوم علامه محمد تقی جعفری این جمله را گفته است، من یک بار هفته پیش گفتم، مجدد امروز نام او را میبرم، خدا رحمتش کند. میفرماید موجوداتی که خداوند خلق کرده است بالحق خلق کرده است، آیه قرآنه، و حق یعنی ثابتی که شایسته بودن است و وجودش عملی انجام میدهد. این خیلی نکته جالبیه، یعنی چیزی نیست تو این دنیا که بگوییم حق است، چون خداش میگوید حق است، و بگوییم این بی خودی اومده، همجوری شانسی در اومده. نه، تو نمیدونی چی کار داری میکنه. من پاسخ شما رو دادم. سوال بعدی بفرمایید. چی شد؟ صداتون عوض شد؟ کیه؟ شما بفرمایید که ایستادین، بعد من یه صداتون تغییر کرد. بفرمایید.
جای سوال هست که چرا گرسنگانی تو آفریقا و جاهای دیگه دنیا هستن. من نمیتونم هیچ نوع تفسیری بکنم، این اصلا سوال نمی کنم، ولی میخواستم شما یه لطف بفرمایید، یه توضیح بدید. شاید برداشت من شخصا اینه که این یک، این هم یکی از امتحانات الهی هست در مورد اینکه خداوند ببینن که اونایی که قدرت دارن و میتونن به بنده های که محتاج هستن کمک بکنن و نمی کنن، و برداشت من اینه که اون سرمایه های هنگفتی که صرف جنگ ها و این چیزا میشه و کشتارهایی که واقعا بی دلیل داره انجام میشه، شاید اون هزینه ها میتونست این گرسنه ها رو واقعا نجات بده. خب شما جواب دادید، ولی من میخوام با شما همراه بشم، اگر کسی دیگه ای هم دوست داره جواب بده من آمادگی دارم، اما مطلبی مهمی رو بگم خدمتون. ما همیشه وقتی که این، ما هر وقت یک واقعی رو در دنیا میبینیم، مثلا سیل در میسیسیپی رو که میبینیم، مثلا سونامی که در مثلا آسیای جنوب شرقی آمده، زلزله‌ای که در مثلا ترکیه آمده، طوفانی که در امریکا آمده، آتش سوزی که در نمیدونم فلان جا شده، اینا رو به صورت مجرد نگاه میکنیم. یعنی میگیم یک واقعی اتفاق افتاده، این واقعی در خون بی خانمان کرده، بیچاره کرده، مریض کشته شدن فلان اینا. بعد مرگ و نیستی را به معنی آخر میدانیم، یعنی میگوییم وقتی یه عده مردن یعنی اینها بهره ای نبردن از زندگی. این یک، که این نکته مهم میشه، به صورت مجرد میبینیم. ما نباید مسائل رو مجرد ببینیم، چون مجرد نیستن، همه اتفاقات دنیا به هم مربوطن. و عجیبتر از آن این که در آیه قرآن میگوید مثلا عذابی را که خداوند برای محو یک ملت، محو میخواد، یمحو الله میخواهد محو کند اینها را از روی زمین، اصلا وجود اینها دیگه به درد نمیخوره، میخواد محوشون کنه، فرشته میفرسته، میگه این فرشته برو اون چند نفری رو که اینها عذاب از اینها میترسه که وارد بشه، اینا رو بیار بیرون اول تا من عذابم بتونه بر اینها وارد بشه، برو اینا رو بیار بیرون. اون وقت تو راه حضرت ابراهیم میفرماید که آقا میشه این کار نکنین؟ میگه تو 50 تا به من نشون بده من نمیکنم. میگه نیستش، 20 تا نشون بده. شنیدین؟ 10 تا نشون بده، 5 تا هم نبوده توش. میگه اینها همونطور که مانع ورود عذاب هستن، یک سری انسانهای فاسد، اعمال فاسد، رفتارهای فاسد و بی نتیجه در این دنیا انجام میگیرند که اصلا محفش لازمه، مثل عرف هرز میمونن. شما اگر به یک باغ علف هرز یک باغ را نچینید، ظلم کرده اید به آن گیاهان میوه‌ده. حالا اگر یک باغبانی اینا را قیچی میکنه، از دیدگاه یک چشم ناآشنا این هستش که عجب آدمیست، این گلای به این قشنگی رو چرا داره قیچی میکنه؟ ما پارسال دیدیم اینا گل میداد، میگه اگه قیچی نکنم امسال گل نمیده. این جنگلا که آتیش میگیره حکمت داره، این چیزی که میاد، سونامی که میاد حکمت داره، این زلزله ها حکمت داره. بعدم جالبه، خداوند خودش گفته من این زمین رو آروم کردم به فرمان خودم، این شماها هستید که با اعمالتون بعضی اوقات زمین رو پاره میکنید. اعمالتون، ما باور نمی کنیم که عمل ما میتونه یه عمل رو انجام بده، ما باور نمی کنیم که خودمون باعث خرابی ها هستیم، خود ما باور نمی کنیم، فکر می کنیم همه چی از یه جای دیگه است، ما هم دردونه این، باید بشینیم بخوریم بخوابیم. بعد جالبه یک اتفاقی تو این دنیا میافتن، در یه جایی از دنیا بنده و جناب عالی فقط اینجوری می کنیم، آخه چقدر بد شد، تنها هنرمون همینه، هیچ هنری دیگه از خودمون نشون نداریم، نلد بلد نیستیم بدیم، نه کمک مالی بلدیم، نه کمک جانی بلدیم، نه کمک فکری بلدیم، نه همدردی بلدیم، بلد نیستیم. به ما که نخورده، یک کسی بازار بغداد آتیش گرفت، یک آقایی در اونجا مغازه داشت، چندین سال بعد او را دیدن که داره توبه میکنه، استغفرالله ربی و اتوب الیه، گریه میکنه در مکه، گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ گفت 10 سال پیش در بغداد آتش سوزی شد و من مغازم نسوخت، من وقتی فهمیدم مغازه من نسوخته گفتم الحمدلله، الهی شکر، من دارم استغفار اون شکر رو میکنم که مال همه سوخت، مال من نسوخت، الهی شکر. حکمت خدا از فهم و درک ما خارجه،
ما اگر بخوایم بیایم حکمت خدا رو بفهمیم، احتیاج به شعور متعالی به علاوه اطلاعات متعالی داره که ما نداریم. به همین دلیل ما باید این رو بپذیریم به عنوان تعبدی که اعمالی که ما انجام میدهیم اگر نیک باشد بازگشت دارد، اگر بد باشد بازگشت دارد، و خداوند ناظر و حاکم بر این امور است و هزاران هزار امر دیگر هم اتفاق میفتد. البته من یادمه در نوامبر امسال در جلسه ای که در مؤسسه نور داشتم یک جمله ای رو گفتم، یک بحثی رو کردم به صورت وارنینگ این دنیا، یک انذاری دادم به این دنیا. اون روز یه عده‌ای شنیدن و رفتن، ولی این تو تاریخ این سخنرانی ها ثبته و شاید یک روزی دیده بشه که این حرف یعنی چی، این حرف یعنی چی بود. ما در بیراهه داریم در این دنیا میریم، این دنیا داره به بیراهه عجیبی میره و حرفای خطرناک داره زده میشه و این حرفای خطرناک به خود ما باز میگرده و فعل ما ندا میگه اینجا کوه هست، این دنیا کوه هست، و هر کاری ما انجام میدیم به خودمون برمیگرده. دنیا رو خیلی داریم فاسد میکنیم، فساد فل ارض داریم میکنیم. بفرمایید سوال بعدی. تموم شد دیگه، سوالا تموم شد. حالا من یه دونه براتون میگم، من یه سوال براتون میگم، فکر میکنم نهرو دیگه نه؟ بله بله نهرو فرصت دید. یه من یه دونه براتون میگم. یه آقایی رفتش توی رستورانی گریه میکرد، عصبانی بود گریه میکرد. اون صاحب رستوران گفتش که فلانی چرا گریه میکنی، چرا اینقدر غمگینی؟ گفت من زنم گفته که یک ماه باهات حرف نمیزنم. چی؟ بلند بگید. میگن باید شاد باشه، همه همین عقیده رو دارن. اون آقای صاحب مغازه گفتش که خب یک ماه که طول نمی کشه، که زمان طولانی نیستش که، خب این همه زجه و مویه برای چیه؟ گفت واقعی یه ماه داره تموم میشه فردا. میدونید چرا اینو گفتم؟ وقتی اول مسئله رو مطرح میکنین دیدگاه ما از این وره، وقتی جوابش میشنویم دیدگاهمون از این وره، دنیا رو همش از یه ور نگاه میکنیم. بابا یه این طرفی نیست، همینجوری فقط مال ما نیست، این دنیا خیلی جهات داره، همه جهاتو باید نگاه کرد، با همش باید پیش رفت. اجازه هست من یک سوال بکنم؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. دو تا سوال. آیه قرآنی داریم، بفرمایید. ان هاذا القرآن للتی هی اقبا. قرآن شما را به بهترین روش زندگی رهبری می‌کنه. بعدم میفرماد و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، غیر الاسلام هم هیچ دینی هم قبول نده. خب ببینیم یا لطف فرمان رو شرح بدیم. خب شرح بدم یا سوالی توش هست؟ خب مسئله دین تسلیم که میدانید دین تسلیم همین دین اسلام، یعنی دین سرندر. ما درست کلمه یه کلمه اسلام است و کلمه تسلیم است، یعنی خودمان را واگذاریم به او، ما در دست او خودمان را قرار بدهیم، خودمان را فاعل ندانیم، خودمان را آمر ندانیم، خودمان را تعیین کننده ندانیم، بلکه ما مثل یک اسیری در دست او تسلیم بر مشیت او باشیم. این که دینی را خداوند به نام اسلام غیر از اسلام قبول نمی کند، این نیستش که مثلا یک کسی بیاد بگه که بله مثلا من مسلمان هستم پس دین منو میگه. نه، تو مسلمان هستی به نام. آیا در رفتار هم به اسلام رسیده ای؟ آیا در رفتار هم تو خودت را سرندر به خداوند کرده ای؟ تو خودت را تسلیم مشیت او کرده ای؟ این مهمه. به همین دلیل چون اسلام دین آخر و دین کامل است، همه ادیان در اسلام هستند، همه ادیان. لا نفرق بین احد من الرسول، هیچ رسولی با بقیه فرق نمی کنه، منتها هر کدام در مقطع خاصی آمدن. مسیحی و نمیدونم یهودی و بقیه هم دینهای ربانی و دینهای خدایی و کتاب اهل کتاب هستند، منتها با دین اسلام ما، این دینی که تسلیم رو تمام می کند کامل می شود. و به همین دلیل خداوند دینی را غیر از تسلیم قبول ندارد، نه اینکه فقط تو بگی من چون مسلمونم یا شیعه جعفری هستم دیگه من رستم. نه، من عطا به قلب سلیم، سلیم یعنی همین، یعنی قلب سالم، قلبی که مسلم است، قلبی که تسلیم است، سالم، مسلم، سلام، اینا همش از این کلمه است. خب قرآن هم شما را هدایت می کند به بهترین وجه. بله، هر چیزی را که شما می خواهید
پاسخی را که می‌خواهید در معجزه‌ای به نام قرآن که معجزه حی است، یعنی معجزه زنده است، می‌بینید. و این معجزه هر روز اتفاق می‌افتد، منتها چشم بینا می‌خواد برای دیدن. و ما برای دیدن باید چشم و گوشمون رو از علت‌ها پاک کنیم و فقط نگاه کنیم، ناظر باشیم، شاهد باشیم و از شهودمون پیروی کنیم. بعضی اوقات ما فاعل می‌شویم و از فعلمون نتیجه گیری هم میکنیم. یه مثال براتون میزنم. یه آقایی رفته بود به یه دهی، کنار ده قرار گرفته بود. بعد دید همسایش دیدش که این داره یه مقدار نون خورد، نون گرفته، توی فاصله دوری نون داره میریزه. بعد بهش گفت شما نونا رو برای چی داری اینجا میریزی؟ گفت من شنیدم اینجا ببر میاد و من این غذا میریزم اون دور که این ببرا نزدیک خونه ما نیان، ببرا بیان اینجا بخورن این غذاها رو، سراغ ما نیان، ما در امنیت باشیم. گفت مگه تو اینجا ببری میبینی که مثلا اینو داری میریزی؟ گفت ببین چقدر مؤثر بوده این کار من، اینجا دیگه یه دونه ببرم دیگه تو نمیبینی. بعضی اوقات ما فعلمون رو اینجوری تجویز میکنیم، یک کاری میکنیم، بعد مثلا وقتی بهم میگن خب حالا این کارو برای چی داری میکنی؟ برای این دارم میکنم، اینو نتیجه شه. خب نگاه کن، اینجا میخندیم ولی اونجا نمیخندیم. نه، اعمال ما اونی نیستش که ما حصول و نتیجه میکنیم، اعمال ما اون نیست که حصول و نتیجه میشود. ما باید شاهد و ناظر بر اون عمل باشیم، نه اینکه خودمون تعیین کنیم که بله این کار درست است، بله این کار غلط است. نه، از کسانی که وصلند بخواهیم که راه و دست ما را بگیرند، و اگر که بگیرند و اگر که نگاهشون به ما بیفتد و اگر روزی کلام اونها به گوش ما برود، در بهشت باز میشه. همه اون کشف القطاع یعنی همینا، کشف القطاع یعنی این منظره که بسته هست باز میشه، چیزایی که میترسونتت مسخره میشه. نمیدونم اون چیزایی رو که دنبالش بودی میگفتی کجاست، میبینی هم جلوت، حاضر، ناظره، گذشته، آینده، امروز، فردا، همش تجمیع میشه. انشالله که خداوند، اللهم ارزقنا، خدا به ما این روزی رو بده که ما بتونیم این اولیاء رو ببینیم. یکی از اون اولیاها و بزرگترینشون که این عالم به واسطه وجود او برقراره، یعنی لایزول هستش، تزلزل در او ایجاد نمی شود، او یلم و بهل شعص هستش، کیاس این دنیا با او نرم و آرام شده است، حضرت حجت است. کسی است که واسطه فیض خداوند بر روی زمین است. این نمیشه اینو توضیح داد، من توضیحش بلد نیستم توضیح بدم، ولی ای کاش روزی ما چشممون به او و یا کسانی که او تایید کرده است بیفتد. فقط دیدنش کافیه، فقط دیدنش کافیه. و بعضی ها میبینند بدون اینکه بدونن. اینم نکته جالبیه، این غیبت غیبت ایشون نیست، این غیبت ما هست نسبت به ایشون. ایشون حضور دارن، ظهور دارن، حضور دارن، این ما هستیم که در غیب هستیم، در حجاب هستیم. ممکنه ببینیمشون و یه دفعه اینو، یه دفعه همه چیز باز میشه که چه بسا که شده. خب سوال بعدی فکر کنم یک دونه سوال دیگه میتونیم بکنیم، یک دقیقه وقت داریم. اگه نداریم که همه سوالا رو جواب دادیم. ها، پس من یه دونه داستان کوچولو براتون میگم و عرضم تمام و انشالله ازش استفاده ببریم. یک استادی به شاگردانش گفت یک سوالی ازتون میکنم، چه وقتی شب به اتمام میرسد و روز آغاز میشود؟ سوال شرعی از شاگردانش کرد. هر شاگردی یک جوابی داد. یکی از شاگردا گفت وقتی که ما در صبح بین اسب و مثلا یه گاو بتونیم از فاصله دور تشخیص بدیم، این داره صبح میشه. گفت نه این نیست. یکی از شاگردهای دیگه گفت اگر ما از دور بتونیم تو جنگل بگیم این درخت چناره، مثلا این درخت تبریزیه یا این درخت مثلا گردوه، داره صبح میشه. گفت نه این نیست. بچه ها همه در تعجب موندن، شاگردها همه در تعجب موندن. استاد شما بگو. استاد جمله جالبی گفت، گفت وقتی که مردی را ببینی، یک آدمی را ببینی و در او صورت، او صورت برادرت را ببینی، داره صبح میشه. و یا زنی را ببینی و در نگاه به چهره او صورت خواهرت را ببینی، داره صبح میشه. و اگر نبینی، هر وقت شبانه روز که باشد شب است. صدق الله. و
العلی العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم انا نسالک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم. خدایا به حق لفظ جلاله الله یا 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 رحمان. من سکوت کنم شما حوائجتون رو از خدا بخواید سکوت کنم قشنگتره دیگه، به جای که من بگم خدایا حوائج مشروع این جمع را در زمانی عاجل ان شاء الله استجابت بفرما. من سکوت میکنم، باز شما اونایی که دلتون میخواد و از خدا بخواید، ولی یادتون باشه بنویسید یه جا چی خواستید. چرا میگم اینو؟ برای اینکه بلافاصله بهتون میده. ادعونی استجب لکم، بخواید از من بهتون میدم. خدایا حلاوت عبادت رو به دلهای ما بنشان. خداوندا به حق اولیاءت، ائمه طاهرینت، خدایا به حق اوصیاءت، انبیاءت، ملائکت، خداوندا بچه های ما را در کنف حمایت خدا در این فتنه آخر زمان حفظ بفرما. خداوندا به معاش ما که به دنبال فضل توست برکت عطا بفرما. خداوندا به این عزیزان داغ دیده صبر و به عزیز از دست رفته غفران الهی عنایت بفرما. خداوندا به تمام کسانی که برای برپایی چنین مجالسی زحمت میکشند ثوابی در خور عنایت بفرما. خداوندا ما قاصریم، ما سعی میکنیم، خداوندا خودت در جریده دنیا و آخرت ما این سعی ما را با تزاید عنایت خودت منظور بفرما. رحم الله من یقرأ فاتحة مع الصلوات. من فکر میکنم بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. من جواب شما رو میدم چون وقت نیستش. اینی که ما آیا از خدا بپرسیم نپرسیم، اینها هم از وسوسه های شیطانه. اصلا شیطان دوست داره که ما از خدا نخواهیم چیزی. شیطان دوست داره رابطه ما رو با خدا قطع بکنه، در حالی که خدا میگه ادعونی استجب لکم. ای پیغمبر نبه عبادی انی غریب انی غریب، بگو بهشون که من نزدیکشون هستم، بخوان از من بهشون میدم. شما به فکر عرفان و به فکر اینکه چه چیزی خوب است و بد نکنید. شما با خدا رابطتون رو برقرار کنید، آنچه خوب است او به شما میدهد. اصلا نگران نباشید، اصلا نگران نباشید. با اجازه شما التماس دعا.